شما مشروح اخبار هشدار دولت آمریکا به چین با افزایش واردات نفت از ایران تحریم های دوره ترامپ اعمال خواهد شد. یک مقام ارشد دولت آمریکا به نشریه فایننشال تایمز گفت که ایالات متحده به چین هشدار داده که تحریم های اعمال شده علیه صنعت نفت ایران در دوران ترامپ را همچنان اجرا خواهد کرد. در گزارش روز چهارشنبه فایننشال تایمز به نقل از این مقام ارشد آمریکا آمده که صادرات نفت ایران به چین اکنون مدتی است که افزایش یافته. تایمز نوشته که برخی از ناظران با توجه به افزایش صادرات چشمگیر نفت ایران به چین این پرسش را مطرح کرده بودند که آیا دولت جو بایدن این افزایش صادرات را نادیده خواهد گرفت تا به نوعی ایران را ترغیب کند به مذاکرات در خصوص توافق ای بازگردد یا نه این مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده در ادامه گفته ما به چینی ها گفته ایم که همچنان به اجرای تحریم های خود ادامه خواهیم داد و هیچ چراغ سبز تلویحی وجود ندارد که در حالی این گزارش ها منتشر شده که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید قرار است روز پنجشنبه در آلاسکا با همتایان چینی خود دیدار کنند تایمز در ادامه به نقل از آمار شرکت تحقیقاتی کپلر که چین در ماه فوریه روزانه به طور متوسط حدود 478 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است و پیش بینی می شود که در ماه فوریه این میزان به یک میلیون بشکه در روز برسد طبق این گزارش تحلیلگران بازار انرژی گفتند که ایران به مشتریان نفت خود تخفیف بالا می دهد. سناتور آمریکایی خطاب به بایدن اقدامات خسمانه ایران در خاورمیانه را نباید نادیده گرفت. بیل هایرتی سناتور خواه آمریکایی در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با بیان اینکه تعدیهای فضاینده ایران باید موجب نگرانی باشد گفت که اقدامات خسمانه رژیم ایران در خاورمیانه را نباید نادیده گرفت این سناتور جمهوری خواه شامگاه چهارشنبه در نامه خطاب به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران تأکید کرد که افزایش رفتار خسمانه ایران در نتیجه کاهش تحریم ها بوده و نباید از اقدامات خسمانه ایران در منطقه خاورمیانه چشم پوشی کنید. دو هفته پیش و در گام دیگری در راستای افزایش فشار بر دولت جو بایدن مایکل مکال عضو ارشد جمهوریخواه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان ایالات متحده پیشنویس قانونی را ارائه داد که به کنگره امکان میدهد هرگونه تلاش دولت بایدن برای پایان دادن به تحریمهای آمریکا علیه ایران را مورد بازبینی قرار دهد مکال نماینده جمهوری خواه شامگاه سه شنبه هفته گذشته این لایحه را در حالی به مجلس نمایندگان ارائه کرد که بیل هایرتی دیگر سناتور خواه آن را قبلا در مجلس سنا مطرح کرده بود نسخه ای از این پیشنویس در اواخر ماه گذشته در روزنامه واشنگتن فری بیکن منتشر شد مکال گفت که این لایحه بخشی از تلاش گسترده جمهوری در هر دو مجلس سنا و نمایندگان برای اعمال میزانی از کنترل بر تلاش های دولت بایدن برای برقراری ارتباط با ایران و دستیابی به توافق مجدد هسته است. سناتور هاگرتی با تمجید از مکال به خاطر پیشنهاد این لایحه در مجلس نمایندگان اظهار داشت رفتار کنونی ایران که شامل حملات موشکی مداوم به مواضع آمریکا در خاور میانه است هیچ سطحی از کاهش تحریم ها را ایجاب نمی کند هاگرتی نیز مانند دیگر نمایندگان جمهوری خواه آمریکا بر این باور است که دولت بایدن پیش از ابراز آمادگی تهران برای بازگشت به مذاکرات شروع به امتیازدهی به ایران کرده است. ویل هاگرتی سناتور جمهوری خواه آمریکایی چهارشنبه 17 مارس 2021 در نامه ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا با بیان اینکه تعدی فزاینده ای ایران باید موجب نگرانی باشد گفت که اقدامات خصمانه رژیم ایران در خاورمیانه را نباید نادیده گرفت این سناتور جمهوری خواه که شامگاه چهارشنبه در نامه ای خطاب جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران, در باره ایران تأکید کرد که افزایش رفتار خصمانه ایران در نتیجه کاهش تحریم ها بوده و نباید از اقدامات خصمانه ایران در منطقه خاورمیانه چشم پوشی کنید. دو هفته پیش و در گام دیگری در راستای افزایش فشار بر دولت جو بایدن مایکل مکال عضو ارشد جمهوری خواه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان ایالات متحده پیشنویس قانونی را ارائه داد که به کنگره امکان می دهد هر گونه تلاش دولت بایدن برای پایان دادن به تحریم های آمریکا علیه ایران را مورد بازبینی قرار دهد. مکال نماینده جمهوری خواه شامگاه سهشنبه هفته گذشته این لایه را در حالی به مجلس نمایندگان ارائه کرده که بیل هاگرتی دیگر سناتور جمهوری خواه آن را قبلا در مجلس سنا مطرح کرده بود. نسخه ای از این پیشنویس در اواخر ماه گذشته در روزنامه واشنگتن فری بیکن منتشر شد. مکال گفت که این لایحه بخشی از تلاش گسترده جمهوری در هر دو مجلس سنا و نمایندگان برای اعمال میزانی از کنترل بر تلاش های دولت بایدن برای برقراری ارتباط با ایران و دستیابی به توافق مجدد هسته است. سناتور هاگرتی با تمجید از مکال به خاطر پیشنهاد این لایه در مجلس نمایندگان اظهار داشت رفتار کنونی ایران که شامل حملات موشکی مداوم به مواضع آمریکا در خاورمیانه است هیچ سطحی از کاهش تحریم ها را ایجاب نمی کند. هاگرتی نیز مانند دیگر نمایندگان جمهوری خواه آمریکا بر این باور است که دولت بایدن پیش از ابراز آمادگی تهران برای بازگشت به مذاکرات شروع به امتیازدهی به ایران کرده است. زبیه پور احمدی نژاد از طریق جنگیری قصد ترور رهبری را داشت. آمنه سادات زبیه پور مجری تلویزیون رسمی ایران در یک پست اینستاگرامی با متوهم خواندن محمود احمدی نژاد او را به ترور علی خامنه ای رهبر ایران از طریق سحر و جادو متهم کرد. زبیه پور که به گفته خودش هفت سال خبرنگار حوزه دولت و شخص احمدی نژاد بوده و روزی طرفدار سرسخت و حامی عملکرد اقتصادی او بوده، مدعی شده که احمدی نژاد برای برگشتن به قدرت کرد با کمک رمال و فالگیر با مشاور دست راستی خود مشاعی کاری کند که رهبری زود فوت کنند و برای جادو جنبلی که کردند باید باطل سحری پیدا می شد. آمن که در زمستان 97 به دلیل شرکت در تولید و پخش اعترافات اجباری دستگیر شدگان اعتراضات کارگری خوزستان تحت عنوان طرح سوخته از سوی سپیده قلیان زندانی مدافع حقوق کارگری به عنوان یک نیروی امنیتی و همکار نهادهای اطلاعاتی ایران متهم شد طی پست اخیر اینستاگرامی خود از فاش شدن برخی اسناد علیه احمدی نژاد در آینده خبر داد سخنان ای مجری تلویزیونی ایران پس از آن زده شد که یک روز پیش احمدی نژاد که احتمال نامزدی مجدد او برای انتخابات ریاست جمهوری آینده میرود طی یک ویدیو با عنوان حوادث 88 کودتای اشرافیت علیه ملت با حمله به نهادهای امنیتی بیان کرده بود کشور در انتخابات سال 88 به طور جدی و آشکار با نقش و اق اقدام سازمان یافته باند امنیتی مواجه بوده سخنان امنه زبیه میتواند واکنش دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی ایران به سخنان اخیر احمدی نژاد تعبیر شود به ویژه آن جایی که زبیه احمدی نژاد را به فاش شدن اسناد در آینده تهدید می کند اعتقاد به سحر و جادو و استفاده از آن در سخنان رهبر ایران و دیگر مقامات ایرانی بارها تکرار شده در آخرین مورد از این دست اظهارات علی خامنه ای در سوم فروردین 99 با اشاره به دشمنان حکومت خود و برای توجیه عدم واردات واکسن کرونا به ایران گفته بود ما دشمن زیادی داریم هم دشمنان جنی هم دشمنان انسی وجود دارند و اینها به هم کمک می کنند سیستم های اطلاعاتی که خیلی از کشورها علیه ما با همدیگر همکاری می کنند رهبر ایران به ویژه به استفاده ی دستگاه های امنیتی از جن باور دارد و بارها به این امر اشاره کرده بود وی در 16 تیر 93 در هشداری به مسئولان امنیتی گفته بود مراقب باشیم که دستگاه محاسباتی ما به وسیله شیطان انس و جن دچار اختلال نشود یکی از خطاهای محاسباتی این است که انسان در چارچوب عوامل محسوس و صرفا مادی محدود بماند زبیح پور با اشاره به اعتقاد احمدی نژاد به جادو و جنبل و در همان حال معتقد بودن طرف مقابل به باطل سحر نشان میدهد که هر دو طرف دعوای اخیر به این افکار و ایدهها باور دارند امر جدید در سخنان مجری 23 متهم کردن احمدی نژاد به ترور رهبر ایران بوده که نشانگر دعوای بزرگ پشت پرده برگ جانشینی علی خامنه ای رهبر سالخورده ایران است بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند که جمهوری اسلامی پس از مرگ خامنه ای با بحران جانشینی روبرو می شود و نظام ایران به دلیل تمرکز فراوان قدرت در مقام ولایت مطلقه فقیه جنگ قدرت بی سابقه ای را میان جناهای قدرت شاهد خواهد بود